سال 88 که بالاترین میزان واردات محصولات کشاورزی را در سالهای اخیر به خود اختصاص داد با واکنش های مختلفی از سمت مجلس همراه بود اما هیچ یک در عمل موثر واقع نشد به نوشته روزنامه توقیف شده سرمایه متوسط آمار سالهای 1384 تا 87 نشان میدهد که واردات مرکبات دو نیم برابر صادرات بوده از این رو در بازارهای میوه ایران از انواع مرکبات مصری گرفته تا سیر و گردوی چینی از موز و نارگیل اکوادور و فیلیپین گرفته تا انگور شیلی و سیب زمینی پاکستانی و انواع برنج هندی یافت می شود. سایت خبری تحلیلی تابناک این وضعیت را به آخرین تبرها بر تنه کشاورزی کشور تشبیه می کند که سبب شده حیثیت کشاورزی و توان کارشناسی کشور را به یک باره به نابودی بکشد البته گفته شد سیاست وارداتی دولت به علت جلوگیری از افزایش نرخ تورم بوده هرچند این اقدام سوای نابودی صنعت کشاورزی کشور به علت آلودگی برخی از این محصولات برای مصرف کننده نیز خطرناک گزارش شده است محمد رضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مصوبه اخیر مجلس درباره اخذ مجوز واردات محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد را سلب اختیار از وزارت بازرگانی عنوان کرد و آن را به ضرر هفتاد میلیون مصرف کننده در سرتاسر سر کشور دانست به نوشته روزنامه ایران تعرفه سی درصدی میوه سود 180 میلیاردی دلالان را به همراه داشته خبرگزاری مهر با اشاره به روند روبه رشد حضور دلال ها و واسطه ها همزمان با برداشت محصولات ز زرایی می مینویسد به اعتقاد بسیاری از کشاورزان تنها رنج و زحمت تولید محصولات کشاورزی با قشر کشاورز است ولی سود اصلی را دلال ها و واسطه ها به جیب می زنند. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران اخیرا با انتشار سلسله گزارش هایی تحت عنوان کشاورز می کارد و دلال درو می کند به افزایش قیمت نهایی محصول از این طریق اشاره می کند و کاهش نقش منفی واسطه را سبب کمک رسانی به توسعه کشاورزی می داند. وجود آن که در اواخر سال گذشته سخن از افزایش هفتاد درصدی اعتبارات بخش کشاورزی شنیده شد کشاورزان همچنان از نحوه پرداخت تسهیلات بانکی گلایه دارند و کمیسیون کشاورزی مجلس نیز به برنامه پنجم توسعه ایراداتی دارد به گفته اقبال محمدی یکی از اعضای این کمیسیون تمام برنامه ریزی ها در یک جمله خلاصه شده نفت بفروشیم و هرچه میخواهیم وارد کنیم بدون آنکه توجهی به قشر زحمتکش کشاورز بشود این نماینده مجلس میپرسد وقتی که کشاورزی را نابود کرده ایم کدام آدم عاقل و ساده اندیشی حاضر می شود به روستاها برود؟